بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، وأفضل المرسلين، سيدنا و مولانا، أبي القاسم، مصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه الترف الرابع في الأسراء وهم ذكور وإناث فالاناس یملکن بالسبیه ولو کانت الحرب قائمتا در رکن دوم کتاب الجهاد پنج تا گفتار مستقل را مرحوم محقق لرزوان رضوان الله علیه منعقد کرده است که فعلا در گفتار چهارم موضوع بحث اسارا یا اسیران جنگی هستند البته راجع به اسیران جنگی همان طور که در ادامه خواهد آمد احکام یکسانی نداریم گاهی ممکن است اسیر جنگی زنان و کودکان و پیرمردان باشند گاهی ممکن است اسیران جنگی مبارزان دشمن و کسانی که ارز کنم دست و صلاح بودن و میجنگیدن. و اینها هم ارز کنم گاه ممکن است اسلام را بپذیرن گاه ممکن است اسلام را نپذیرن زمان اسارت هم گاه ممکن است بعد از شکست دشمن باشد بعد از آنی که جنگ به پایان رسید گاهی ممکن است نه در اسناع جنگیدن ممکن است از کفار کسی اسیر مسلمانان شود اینها هر کدام حالات هستند قابل تصور و قابل وقع و برای هر یک مرحوم محقق لرزوان رزوان الله علی حکم خاص را مطرح میکند لزام فرماید از طرف رابع فی الاسارا گفتار چهارم در رکن دوم راجع به اسیران هست که وهم این اسارا و اسیران ذکور و اناسون گاه مردان هستند و گاه زنان هستند از هر دو طائفه ممکن است اسیر به دست بیاید فل اناسو یملقن اگر اسیر زن باشد اون ارز کنم اسیران مالک میشون و به عبارت دیگر جز کنیزان قرار می به سبب سبی و عرض کنم خدمت با سعادت شما تسلط و اصارت اونها ولو کانت الحرب قائمتا حتی اگر حرب همچنان شعلور باشد جنگ ادامه دارد یک گوشه از لشکریان دشمن عقب نشینی کرد و زنانشون عرض کنم به اصارت مسلمانان درآمد. در این صورت می فرماید اونها جزء ارز کنم کنیزان قرار می گیرند و حتی اگر جنگ همچنان شعله ور هست بازم کشتن اونها جایز نیست و کذا از ضراری همچنین ارز کنم خدمت با سعادت شما کودکان کفار که اگر اسیر بشوند حتی اگر جنگ همچنان به رفت باشن بازم کشتنشان جایز نیست بلکه به عنوان عبد ارز کنم خدمت با سعادت شما اسیر می شون. فال اناسو یملک نبی ولو کانت الحرب قائمتا و کذا از زراری که جمع زوریه هست یعنی کودکان کفار همین حکم را دارند که اطفال ارز کنم پسرشون وقتی دستگیر شد اونها به عنوان عبد ارز کنم خدمت با سعادت شما اسیر میشوند و کشتن اطفال هم جائز نیست حالا بحثی که مطرح می شود آن است که چگونه ما بالغ و غیر بالغ را تشخیص بدهیم که آیا این اسیر ما ارز کنم این طفلی که ما اسیر کردیم واقعا بالغ هست یا بالغ نیست می فرماید ولو اشتبه طفلو بالبالغ اگر مشتبه بشود تیفل یعنی پسر بچه کفار به فرد بالغ اعطو بره بالانباد آزمایش بشود یا کشف حال بشود ارز کنم برای دن ارز کنم خدمت با سعادت شما موی درشت در پشت آنه فملم یم بود کسی که ارز کنم مو در پشت آنش نرایده باشد و سین سنهو و سنش هم ارز کنم یعنی مقدار عمرش هم مچهول باشد الحق به ضراری چنین شخص ملحق به ضراری و اطفال می شود و در نتیجه کشتن و تعرض به او حرام هست و فقط او به عنوان عبد قرار خواهد گرفت الحقه به پس در نتیجه در چنین موردی گاهی تیفل بودن این طرف کاملا معلوم هست وضعیت جسمی او ظاهری او نشان می دهد. افکار او ارس کنم نمایانگر تیفل بودن هست گاهی مشتبه هست ارز کنم در سن مراهق و نزدیک بلوغ هست در چنین صورت ارز کنم با ارز کنم انبات یا ارز کنم رویدنی موی خشین در آنه ثابت می شود که طرف بالغ هست در حکم بالغان قرار می گیرد اگر ارز کنم از این طریق نتوانستیم کشف حال بکنیم و در واقع هیچ موی بالای آنه آنه اون رویده است و سنش هم دقیقا معلوم نیست اینجا جای شبه هست و طرف را بعد فال ملحق میکنیم و تعرض به او جایز نیست پس در نتیجه در وقت جنگیدن وقت اسیر از دشمن به دست می آید اگر زنان و کودکان باشد زنان و کودکان را چی بعد از جنگ چی در حین جنگ وقت اسیر می شود کشتنشان به هیچ عنوان جایز نیست فقط آنها به عنوان عبد و عمه قرار می گیرند و در واقع ارز کنم کنیز می و عبد می شون. این می شود حد اکثر جزای اونها که البته همین مقدار هم در عرف دنیای امروز قابل پذیرش نیست اصولا ارز کنم رقیت در دنیای امروز ارز کنم یک نوکار غیر اخلاقی و ضد بشری حساب می شود بعد می فرماید که وزکور البالغون اما اگر احیانا از دشمن کسی را که اسیر گرفتیم افراد بالغ هستند مردان بالغ کفار در این صورت می فرماید و الذکور البالغون مردان بالغ کفار یو تعین علیهم القتل اگر به با اصارت دراین باید کشته بشون یو تعین علیهم القتل این کانت الحرب قائمتن اگر جنگ ارز کنم همچنان شعلور باشد ما لم یسلمو او ما لم ارز کنم خدمت با سعادت شما یسلمو تا زمانی که اسلام نیاورن به عبارت دیگر مردان کفار اون مردانی که بالغ هستن اگر اسیر شد و عرض کنم خدمت با سادر شما اسلام آوردن که خب هیچ اصلا هدف نهایی از جنگیدن همون هست در جهاد ابتدایی اگر اسلام را قبول نکردن و زمان اسارتشون زمانی است که جنگ کاملا شعلور هست یعنی دو طرف دارند با هم می بخشی از آنها اسیر می شون. در این صورت می فرماید چنین افراد را باید کشت لزام فرماید یتعین علیهم القتل ان کانت الحرب قائمه ما لم یسلمو در کیفیت کشتنشان هم می فرماید و مخیرون امام مسلمانان یا فرمانده لشکر مسلمانان مخیر هست این ذرب ضرب اعناقهم اگر خواست ارز کنم با زدن گردن اونها رو میکشد و این شاعت قطع عیده و ارجلهم من خلاف و اگر خواست ارز کنم دستها و پاهای اونها رو برعکس میبرن مثلا دست راست با پای چپ یا پای چپ با دست راست مثلا و ترکهم ینزفون حتی یموتو و رها بکنن اونها در این حالت که خونشون برود تا این که بمیرد که این حالت دوم دو شدیدتر و باعث رنج و اذیت بیشتر می شود در هر صورت می فرماید و الامام مخیرون انشاء شاء ضرب اعناقهم و انشاء شاء قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و ترکهم ینزفون حتی یموتو البته این راجع به عرض کنم اسیران است که در حالی که جنگ شعلاور هست اسیر شده باشند البته مردان بالغ هستند و در واقع مردان جنگی هستند و از طرف دیگر اسلام را هم نپذیرفتند و این اسرو بعد قضیه الحرب اگر این مردان بالغ اسیر شدند بعد از تمام شدن جنگ کلا لشکر یعنی اسلام پیروز شد سنگران ارز کنم کفار فتح شد بعد از فتح سنگر تعداد ارز کنم از لشکریان کفار اسیر شد تعدادی از بزرگانشان از مردانشون در این صورت می فرماید لم یقتلو بعد از شکست دادن اونها که دیگر ارز کنم تهدید از طرف کفار متوجه مسلمانان نیست اگر کسی از اونها اسیر شد لم یقتلو کشتن نمی کشتن اونها حرام هست و کان الامام مخیرن امام مسلمانان که فرمانده لشکر هست مخیر هست بین من یعنی ارز کنم آزاد کردن اون اسرا بدون هیچ ششم داشت و توقع فقط منت گذاشتن در واقع و فدا یا یعنی اینکه مبلغ بگیرد در مقابل مبلغ و پول اونها را آزاد بکند و راه سوم و استرقاق و این که ارز کنم خدمت با سعادت شما اونها را تبدیل به عبد بکنند و در واقع رقیت را بر اونها فرض و حکم بکند پس میبینیم که راجع به اسرایی که مرد باشند و بالغ باشند یعنی بزرگسال باشند و به سن بلوغ رسیده باشند دو تا حالت هست یا در حال جنگ اسیر میشوند یا بعد از پایان یافتن جنگ اگر بعد از پایان یافتن جنگ اسیر بشوند کشتنشان به هیچ عنوان جایز نیست ولی سه رای حل وجود دارد یا آزاد کردن بدون هیچ عرض کنم چشم داشت یا آزاد کردن در مقابل فدیه راه سوم آن است که را بیاورند در جوامع اسلامی و به عنوان عبد عرض کنم نگهداری بکنند و کم کم زمینه یک عرض کنم اسلام آوردن آنها را فراهم بکنند در ارتباط با عرض کنم خدمت با سعادت شما کسانی که اسیر بشوند در حالی که جنگ قائم باشد یعنی جنگ همچنان بلافروز هست اونجا گفتیم که این اسرا کشته میشوند شوند عرض کنم خدمت با سعادت شما از باب ظاهرا شاید حکمتش این بوده است که تضعیف روحیه کفار و عبرت دادن به اونها که دست از جنگ بکشند منتها به شرط اینکه اسلام را قبول نکنند و الا اگر اسلام بیاورند چنین افرادی حتی در حال برافروخته بودن جنگ کشتنشان جایز نیست بعد از این مسئله می فرماید ولو اسلمو بعد الاسره این اسیرانی که یعنی مردان بالغ از کفار را که ما اسیر کردیم بعد از تقضی حرب بعد از خفتن حرب و جنگ اگر اسلام بیاورد بعد از اسارت لم یسقط عنهم هذا الحکم ساقط نمی شود از اون اسیران کفار این حکم را که مطرح کردیم یعنی حکم تخییر ای که برای ما مطرح شد که من نفدا و, و استرقاق باشد و لو عجز الاسیر عن المعش بالاخره در گذشته ها جنگ هایی که صورت می گرفت عرض کنم خدمت با سعادت شما معمولا از حیوان و پای خود انسان استفاده میشد. برخی افراد پیاده می و کسان سواره می رفتن. حالا بعد از آن که جنگ تمام شد از اسرای کفار مجموعه را اسیر کردیم برخی ارز کنم قدرت راه رفتن را ندارن مثلا حیوان هم ندارن حالا فعلا به خاطر بیماری یا هر علت دیگری قدرت راه رفتن را از دست داده است میفرماید اگر عاجز بشود اسیر سیر کافر از مشی و راه رفتن به خاطر کرس کنم مریض هست فعلا در این صورت لم یجب قتل واجب نیست قتل اون اسیر چرا؟ لانه لا یدرا ما حکم الامام فیهک به علتی که ما نمیدانیم که حکم امام راجع به این کافر چی خواهد بود به عبارت دیگر عرض کنم خدمت با سعادت شما چنین اسیری درست هست که عرض کنم خدمت باسعادت شما اسیر کافر هست ولی در این حالت باید ارز کنم تکلیف را از امام و فرمانده لشکر سوال کرد به خاطر همین فرماید اگر آجیز بشود اسیر از مشی راه رفتن لم یجب قتل واجب نیست قتل اون اسیر لانه لا یود را ما حکم الامام فیه به علتی که ما نمیدانیم که حکم امام راجع به این اسیر چی خواهد بود و در نتیجه عرض کنم خدمت با سعادت شما باید او را ببریم و نزد امام فرمانده تا هر حکمی که ایشان داشت لزام فرماید که ولو بدر مسلمون له. اما اگر یک مسلمانی از لشکریان مسلمان عجله کرد و این اسیر را کشت گفت با توجه به اینکه قدرت راه رفتن ندارد خب نمیتوانیم او را ببریم اگر آزاد هم بگذاریم دوباره به لشکریان کفار ملحق می شود و به ما آسیب خواهد زد با این نیت عجله کرد او را کشت میفرماید کان هدرن خون این کافر اینجا هدر هست یعنی قصاص بر این مسلمان یادیه یا کفاره نخواهد بود البته گناه کرده است و همین حالا گفتیم که کشتن اسیر جائز نیست نباید او را کشت اگر کشته باشد ارز کنم قصاص و کفاره و دیه بر این مسلمان نخواهد آمد فقط گناه را مرتکب شده است بعد از این مسئله می فرماید و یجب ان اسیر واجب می باشد این تعام داده بشود اسیر و یسقا و ارز کنم آب داده شود یعنی هم سیراب بشود و هم ارز کنم اگر گرسنه نه هست اطعام شود و این ارید قتله اگر چه کنم اراده بشود قتل اون اسیر لذا ارز کنم که راجع به اسیر میفرماید که در هر صورت اطعامش آب دادنش واجب هست و یکره قتله صبرا و مکروه می باشد قتل کردن اون اسیر را در حالت صبر که مقصود از صبر عرض کنم خدمت با شما آن است که دست و پایش را ببندد و در این حالت او را به قتل برساند خب بالاخره اگر دست و پایش آزاد باشد دست و پا میزند اگر دست و پایش را ببندد و بعدا او را بکشد این بدترین حالت کشتن هست که مکروه هست و حمل و رأسه من المعرکه و همچنین برداشتن سر اون کافیر از میدان جنگ یعنی وقتی کافیر را در میدان جنگ کشت مکروه هست که سر او را ببرد و در واقع سرش را مثلا روی نیزه چوبی چیزی بلند بکند به نشانه فتح و زفر این کار البته شبهه مسلم بودن هم دارد و از طرف دیگر ارز کنم اگر بحث مسلم هم در میان نباشد در هر صورت مکروه هست بعد از این مسئله می فرماید و یجب موارات و شهید دون الحربی واجب می باشد بر مسلمانان دفن نمودن شهید یعنی مردان مسلمانی که در اون صحنه جنگی کشته می شود و به شهادت میرسن واجب است که اونها را باید دفن بکنند دون الحربی اما کافر حربی از لشکریان دشمن کسانی که در مقابل ما کشته شده اند دفن کردن اونها واجب نیست و یجب موارات و شهید دون الحربی راجع برس کنم کافر حربی آیا دفن کردنش فقط واجب نیست یا حرام هست؟ در میان فقها اختلاف نظر هست کسانی مثل مرحوم صاحب جواهر اینجا نقل کردن که اقوال در مسئله داریم که نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست نباید عرض کنم خدمت با سعادت شما کفار حربی را دفن بکنیم منتها نکته ای که اینجا هست همین مسئله است که معمولا در بحث تخییر در علم اصول در اصول عملیه وقتی مثال از دوران امر بین محذورین میزنن معمولا اساتید محترم همین مورد را به عنوان مثال مطرح میکنن که نمیدانیم آیا دفن کافر واجب هست یا حرام خب هر دو تا حکم الزامی هستند اگر واجب باشد خب باید انجام بدهیم اگر حرام باشد باید ترک بکنیم از طرف دیگر عمل کردن به هر دو طرف و احتیاط هم ممکن نیست اینجا مرحوم محقق حل می فرماید. واجب می باشد دفن کردن شهدای مسلمان بدون کافر حربی اما کافر حربی دفنش واجب نیست آیا حرام هم هست یا نه مرحوم محقق چیز نفرموده است ولی ارز کردم کسانی مثل صاحب جواهیر اینجا از برخی فقه نقل کردن که بله دفن کافر حربی حرام هست برخی روایات هم که در مسئله نقل شده است ظاهرش نهی هست که نهی دال بر حرمت هست مگر این که ارز کنم در مفاد این روایات تشکیک بکنیم در هر صورت و یجب و موارات و شهید دون الحربی بحثی که اینجا مطرح می شود آن است که اگر اشتباه پیش آمد چیکار بکنیم می و این اشتبه ها اگر کافر و مسلمان با هم مشتبه شد نمیدانیم که ارز کنم خدمت با سعادت شما اینجا کافر کدام هست مسلمان کدام هست تعداد کشته ها در این جنگ زیاد بوده است در نتیجه در دفن کردن چیکار بکنیم میفرماید و این اشتبه ها یواراق من کان کمیش از ذکر دفن می شود کسی که کمیش از ذکر باشد در ارتباط با این مضمون این که هر کی کمیش از ذکر باشد او مسلمان هست و هر کی این وصف را نداشته باشد او کافر هست چنین روایت و چنین احکامی به یک نحوی باید تعویل بشود لذا برخی محشین همینجا گفتند که مقصود از کمیش از ذکر اون معنای خاص نیست ارز کنم خدمت با سعادت شما که ذکر کردنش قبیح است اینجا من برای شما بگویم لذا کسانی توجه کردند که مقصود از کمیش از ذکر یعنی کسی که ختنه شده باشد بالاخره کفار عموما به ختنه معتقد نبودند در حالی که مسلمانان اهل ختنه بودند البته جز یهودی ها که ختنه را ظاهرا دارند در هر صورت در جنگ وقتی این اشتباه پیش می آید کسی که ختنه شده باشد خوب می فهمیم که طرف مسلمان هست کسی که ختنه نشده باشد می فهمیم که مسلمان نیست لذا کمیش ذکر را به این معنا تعویل کردهاند. نه به اون معنای متبادر و متعارفی که اکثریت هم فهمیده ان و عرض کنم خدمت با سعادت شما به حسب ظاهر هم باورش بسیار دشوار هست ممکن است کسی مسلمان باشد کمیش از ذکر باشد و ممکن است کسی کافر باشد و واقعا کمیش از ذکر هم نباشد این مسئله است که در بسیار از کتابه های فقهی یعنی غیر شرایع در لمعه و امثال لمعه مطرح است و عرض کنم خدمت با سعادت شما باعث شده است که برخ محشین در این خصوص تعملاتی داشته باشند و نکات را هم فرمودن بحث دیگری که این مطرح می‌شود می شود راجع به طفل است که اسیر می شود می و حکم طفل المسبیق حکم ابویه طفلی که اسیر می شود از کفار در حکم پدر و مادرشان هستند از جهت اسلام و کفر بالاخره طفل خصوصا طفل غیر ممیز که اسلام و کفر را نمی فهمد اسلام هم برای خود آثاری دارد کفر هم برای خود آثاری دارد می فرماید چون تابع پدر و مادرشان هستند فا این اصل ما اگر پدر و مادر هر دو اسلام آوردن این طفل هم در حکم مسلمان هست او اسلم احدهما یا یک از اون دو تا اسلام آورن بازم در حکم مسلمان هست جانب اسلام غلبه دارد لذا می فرماید تبعه ولد ارز کنم خدمت با سعادت شما متابعت میکند اون ابوین را یا یک را فرزند در نتیجه حکم به اسلام او می وقت شود وقتی حکم به اسلام شد عرض کردم آثار خاصی بار می شود مثلا دفن در قبرستان مسلمانان از جمله این هاست اگر این طفل خدای نکرده فوت بکند اگر محکومی به با اسلام باشد در قبرستان مسلمانان دفن می شود ولی اگر محکومی به کفر, به با باشد باید او را جداگانه و در قبرستان کفار دفن بکنیم لزام فرماید که پس اگر این طفل که خودش قدرت تشخیص و اراده ندارد و نمیتواند چیزی بگوید اسیر شد به طبع پدر و مادر اگر پدر و مادر هر دو مسلمان شد او هم مسلمان هست اگر یکی مسلمان شد ارز کنم بازم در حکم مسلمان هست و اگر این تیفل منفردن اسیر شد یعنی تیفل را اسیر کردیم در حالی که پدر و مادرش یا کشته شده اند یا اصلا معلوم نیست که کجا هستند در این صورت ولو سو بیمون اگر یک از اطفال کفار به تنهایی اسیر شد می فرماید قیل یتبع الصابیه فی الاسلام یک قول فقهی آن است که متابعت می این طفل اون اسیر کننده را در اسلام بالاخره اسیر کننده اش چه کسی بود کدام مجاهد مسلمان بود وقتی تحت دست او قرار می گیرد تابع همون هست چون صابی بود اسیر کننده اش مسلمان هست عرض کنم خدمت با سعادت شما او هم مسلمان خواهد بود پس در نتیجه راجع به اطفال کفار چه طفل ممیز چه غیر ممیز سه حالت قابل تصور هست اگر ابوینشون هر دو اسلام آوردن در حکم مسلمان اگر یک اسلام آورد باز در حکم مسلمان اگر عرض کنم بدون پدر مادر اسیر شد صابی و اسیر کننده اش مسلمان باشد باز در حکم مسلمان هست اما اگر پدر و مادرشان هیچ کدام اسلام نیاوردن او هم به طبع آنها در حکم کافر خواهد بود و عرض کردم کافر بودن و مسلمان بودن برای خود آثار فقهی دارد که اون آثار بر اون طفل هم بار خواهد شد در صورت احتیاج و نیازمندی در بحث تهارت و نجاست در بحث عرض کنم دفن کردن و امثال اینها آنچه را که تا اینجا گفتیم راجع به تیفل هست که خب تیفل کسی است که متولد شده باشد البته یا ممیز یا غیر ممیز مسئله بعدی که اینجا مطرح می شود راجع به حمل هست اگر ارز کنم یکی از زنان کفار حامله باشد ارز کنم حملش تابع چی کسی خواهد بود که به طریق و حمل تابع ابوین یا یک از اونها خواهد بود لذا اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما ابوینش اسلام آورد اون حمل هم در حکم مسلمان هست اگر یکشون اسلام آورد بازم حمل در حکم مسلمان هست و عرض کنم خدمت با شما بعضی ها اینجا اولویت را ادعا کردن که اگر راجع به تیفل چنین ادعایی داشته باشیم راجع به حمل به طریق این ادعا صادق خواهد بود بعد از این مسئله مرحوم محقق هل رزوان الله علیه تحت عنوان تفریعون چندین مسئله دیگر را مطرح میکند اولین مسئله آن است که اذا اسر از زوجو لم ینفسخ نکاهو اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما زوج کافر اسیر شد نکاه او فسخ نمیشود شود کنم خدمت با سعادت شما لذا می فرماید که اذا اسر از اگر از لشکریان کفار کسی اسیر شد و در اختیار مسلمانان قرار گرفت نکاهش فسخ نمی شود نکاحش فسخ نمی شود به خاطر که اسیر شدن ربطی به فسخ نکاه ندارد لذا چون عرض کنم خدمت با سعادت شما بعد از قضیه حرب اسیر شده است ممکن است امام مسلمانان در مقابل فدیه او را آزاد بکند ممکن است عرض کنم همینطوری منت بگذارد و مجانی او را آزاد بکند برگردد نزد خانواده اش لذا می فرماید که اذا اسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك در واقع هدف از بحث طرح کردن این فرع هم همین فرع بعدی بوده است و لا ممکن است ابتدا به ساکین در ذهن این نکته بیاد که اسارت چه ربطی به فسخ نکاح دارد بالاخره در فیق داریم که اگر زوجین یکی کافر شد از مسلمانان کفر باعث می شود که نکاح او با زوجه اش فسق می و باطل بشود یعنی زن و شوهر از هم بیگانه شود خب اینجا اگر ما یکی از کفار را اسیر کردیم در حال جنگ مثلا شوهر اسیر شد چه ربطی به فسخ نکاح داره چرا نکاحش با زوجه اش باطل بشود در ادامه می که در واقع همین نکته دوم باعث شده است که مطلب اول را مطرح بکند ولو استرقه انفسخه ما گفتیم بعد از تقضی حرب وقتی کسی را اسیر کردیم بعد از ختم شدن جنگ از کفار کسی را اسیر کردیم امام یا منت میگذارد یا عرض کنم خدمت با سادر شما فدیه میگیرد یا اینکه حکمی به صبی میکند طرف را تبدیل به عبد میکند استرقاق مثلا میفرماید ولو استرقه اگر امام آمد راجع به این اسیر تصمیمی به استرقاق گرفت او را تبدیل به عبد کرد در این صورت میفرماید اون فسخ فسخ می شود زوجیت او به خاطر که او و تمام ارز کنم فرصت و اختیاراتش دیگر در اختیار مولایش خواهد بود وقت عبد شد اینجا ارز کنم عقد نکاهش با زوجه اش باطل می شود فسخ می شود و ارز کنم زوجیت از بین خواهد رفت و لو استرقه این فسخ چرا لتجدد الملک به خاطر تجدد ملک بر این کافر یعنی بر این اسیر کافر قبل از این که عرض کنم ملک کسی نبود عرض کنم آزاد بود حالا که امام حکم کرد که شما باید عرض کنم رق باشی و عبد باشی شو جزء عرض کنم اشیاء مملوکه در نتیجه مالک پیدا میکند وقت مالک پیدا کرد تابع مالک خود خواهد بود لذا عرض کنم خدمت پاس شما نکاهش فسخ می شود ولو استرقه این فسخ نکاه لتجدد الملک ممکن است این مطلب در ذهن شما بیاید که حتی بعد از حکم برقیت و قرار دادن او به مان عبد باز چرا نکاهش فسخ می شود یعنی چی رابطه است میان ارز کنم رقیت و فسخ نکاه در پاسخ به این سوال فقها فرمودن که این مسئله یا مشهور هست یا اجماع و این رابطه منطقی وجود ندارد بله در حد استحسان میتوان گفت که بعد از آنی که او عبد شد ارز کنم خودش وقتش ارز کنم همه چیزهایش ملک مولا می شود و در نتیجه ارز کنم که خود به خود ارز کنم زمینه رسیدگی به خانواده و ازدواج و اینها نیست اینها درست است همگی ولی در عین حال عرض کنم در این حد که فورا حکمی به فسخ بکنیم خصوصا اگر مولایش اجازه بدهد که گاهی نزد خانواده اش برود یا خانواده اش را نزد خودش بیاورد و اینها یک مقدار مسئله عرض کنم خاردار و پیچیده هست مهم در این مسئله این که ولو استرق این فسخه لتجدد الملك عمده دلیل مسئله همون شهرت فقهی یا اجماع فقهی است که برخ از بزرگان فقها ها مطرح کردهاند نتیجه مسئله یعنی مسئله اول در ذیل تفره این شد که اگر ما کافر را اسیر کردیم صرف اسارت کافر باعث نمی شود که زوجیتش منفسخ بشود بله بعد از آنی که اسیر شد او را نزد امام بردیم امام حکم به اسارتش کرد امام حکم به ارز کنم استرقاقش کرد این رقیت باعث می شود که زوجیتش فسخ می شود که ارز کردم این هم پشتوانش در واقع همون اجماع و شهرت فقهی است و الا غیر از اون مستند قوی برای این مسئله نداریم ولو کان اسیر طفلا او امرأتا با توجه به اتمام وقت مسائل چندگانه دیگر را که در زیل تفریح هست در درس بعدی پیگیری خواهیم کرد ان شاء الله غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد الله محمد.